خب بیننده های عزیز، در این لحظات برنامه هم مهمان بسیار عزیز و گرامی روی خط اسکایپ با ما وصل شدن از شهر زیبای لندن. آقای عبدالصبور استانگزای، روانشناس بسیار عزیز، با ما خواد بودند که در رابطه با خشونت علیه زنان از دید روانشناسی صحبت میکنند. ببینیم که علت و عوامل اصلی خشونت در خانواده ها به خصوص در مقابل زنان از دید روانشناسی چه موارد میتونه باشه و ما چطور میتونیم که خشونت علیه زنان را با آگاهی دهی به مردم کاهش بدیم. تمام این موارد را با آقای استانگزای صحبت خواد کردیم. سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و سلام به منصوبین تلویزیون شما، در خدمت هستم جان. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. چطور هست شهر لندن؟ فعلا هم وضعیت به حالت عادی برگشته؟ واکسین کرونا در دسترس مردم در شهر لندن قرار گرفته یا ای که هنوز هم واکسین کرونا به مردم نرسیده؟ تا 3 روز پیش لاکداون بود، یعنی پابندی بود و دکاناش تقریبا چیزا بند بود و 1-3 روز میشه پس لاکداون ها خلاص شده و واکسین کرونا هم جور شده، ولی به دسترس مردم تا فعلا قرار نگرفته، در چند روز بعدی قرار خواهد گرفت. بسیار خوب، انشالله که شما هم از واکسین کرونا مستفید شوین. حالا میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با علت و عامل خشونت علیه زنان، ولی قبل از او بر ما بگوین که خشونت به چه موارد گفته میشه؟ میبخشید من نام شما رو پرسان کنم، اسم شما؟ رستم رسولی. رسولی عزیز، من میخوایم عزیز شروع بکنم که تعریف خشونت چیست، عوامل خشونت چیست، علائم خشونت چیست و راه های حل و کاهش خشونت در جامعه، خصوصا در فامیلا و در فامیل چی است. اینی 4 موارد رو میخوام سرش بحث بکنم. اگر شما سوال داشته باشین یا بیننده هایتون سوال داشته باشه، من در خدمت شما هستم. بسیار عالی، پس بهتر است که ابتدا از تعریف خشونت آغاز بکنید که به چه موارد گفته میشه. خشونت در حقیقت از خشن گرفته شده که هر چیزی که به زور سر کسی تطبیق میشه او خشونت است. هر او چیزی را که کسی نخواسته باشه و به زور تطبیق سر آدم میشه کلی خشونت است. اگر او خشونت فیزیکی باشه یا روانی باشه یا جنسی باشه یا اقتصادی باشه. خشونت ها فیزیکی به این معنی است که ما جسم کسی را به اصطلاح میزنیم یا زخم برمیداره یا سرخ میشه یا نارام میشه، ایره میگه هم خشونت فیزیکی. خشونت روانی ایره میگه که ما به کلام خود، به جمله های خود، به اشارات چشم خود ما دیگران را نارام کنیم و از ما نارام شود، این هم خشونت گفته میشه. و یا خشونت جنسی را میگه که یک کسی نخواسته باشه، حتی خانمی ما باشد و نخواسته باشه که با ما رابطه جنسی داشته باشه، اگر ما به اصطلاح بازم میخویم یه خشونت گفته میشه ولو که او خانمی ما باشه. و اقتصادی رو میگه که خانمی ما یا یک خواهر ما از ما پول میخواه، یک چیز کار داره، ما در او هم خشونت کنیم و یک نارامش به وجود بریم و او چیزی را که او ضرورت داره ما برش داده نتونیم، یه خشونت اقتصادی گفته میشه. و دیگه عبارت گفته میتونم که خشونت قسمای زیاد است، ولی قسم کلی خشونت این نیست که فیزیکی است، روانی است، جنسی است و اقتصادی است. یک چیز را میخوام در اینجا اشاره بکنم به خاطر بیننده های شما و به خاطر شما که از این خشونت ها بله فیزیکیش بسیار دردآور است، ولی از فیزیکی کدام خشونت روانی بسیار دردآور است. به خاطر از اینکه خشونت روانی اثرات بسیار طویل المدت داره، به این معنا که اگر مثلا یک زن یک ضربه میخوره یا شوهر میگیره خانم میزنه یک جایش درد میگیری، درد تا چند وقت میباشه که از بین میره، ولی اگر روان یک خانمی، روان یک مادر ضربه ببینه، او ضرباتش برای اطفالش برمیگرده، او در جنین میره
و طفلی که از او سوا پیدا میشه در او دیده میشه، و از او طفل که طفل دیگهش پیدا میشه که نواسه از او زن میشه، هم او مشکلات روانی که یک روز در مادر دیده شده یا آمده او در اونا دیده میشه. یک چیز دیگه میگم در اینجا که بسیار مهم است، وقتی که یک طفل در بطن مادر میباشه، در 4-3 ماه اول هر ضرباتی را که مادر میبینه او سر طفل تاثیر داره. مثلا در جان ما انسان ها، ما شما و دیگرها، یک خالک هایی است که او را ما خال خدایی بگیم یا چی میگیم در افغانستان، یعنی خال هایی است. این خال ها کل یک معنا داره. معنای چیست؟ که در وقتی که این طفل در بطن مادری خود بود، در 3 ماه اول در اوج مادرش نارام بوده. او نارامی حتی یه هم میشه که یک چیز دلش شده و کسی برش نداده، همسری از او طفل تاثیر میکنه و به یک خال بدل میشه در وجودی از او. یعنی تا یه اندازه را ما این خشونت ها تأثیر گذار است در روح و روان یک زن که او به طفل سرایت میکنه، و امو طفلی که سبا کلان میشه تا 80 سالم که هست، و نمو دردی را که مادر دیده و در وجودی از او هست، او بعد از 80 سالگی هم دو دیده میشه. صدای مرا دارین شما؟ بله بله، صدای شما را بشنویم. عوامل خشونت علیه زنان را هم میخواییم از شما بشنویم که عوامل عمده را بیشتر در خانواده ها چه موارد تشکیل میتن؟ عوامل خشونت بسیار زیاد است، ولی چند تا کلیاتش بزرگش من میگم. اول است که ما سطح تعلیم و سواد زن در افغانستان پایین است. تا وقتی که زن بی تحصیل باشه، بی سواد باشه، خشونت هست. دوم است که زن از چون تحصیل کردن است، چون سواد نداره، از حقوق خود هم آگاهی نداره. این دوم شد. و سیوم است که زنان یا خانمای افغانستان خودکفایی اقتصادی نداره. این بسیار مهم است. تا وقتی که زن خودکفایی اقتصادی نداشته باشه، او محتاج می باشه، و انسانهای محتاج همیشه زیر تحت خشونت می باشه، تحت امر می باشه. وقتی که تحت امر قرار گرفته، در خشونت سری از او می شه. این 3 چیز بسیار عمده است. اول تعلیم است، بسیوادی است، و چیزای بسیار زیاد است که ما دو چون وقتان کم از دو چیزا ما بله بله و... خیلی تشکر بکنم از حضور شما در برنامه. چون فرصت هم محدود است، میخواهیم که خیلی کوتاه پیام گفتنی شما را داشته باشم، بخصوص بر خانواده عزیزی که متاسفانه خشونت تا هنوز در میان اعضای خانوادهشان احساس میشه. یکی از چیزهایی که من از امو کشور هستم و ایره ما خودم هم دیدیم که در خانواده ها بسیار دختر را کم میگیره و بچه ها را بسیار ارزش میده، خصوصا مادرهای گرامی ما. مثلا اگر یک چیز میکنه میگه باید دختر پسانتر و پسر اولتر باشه. یعنی بسیار کارهای پسر دخترها، یعنی خوارای خانه میکنه. ما خواهشم است که اونمو حقوقی را که پسر در خانه داره باید دخترم داشته باشه. اگر یک روز کار خانه را دختر میکنه، یک روز پسر کنه وره. اگر یک روز خانه را دختر جارو میکنه، یک روز پسر بکنه. به خاطر زیگو تعدل به وجود بیه. اولین اساس خشونتی که در فامیلای ما افغان ها سرچشمه میگره و عزیج است که ارزش پسرها زیاد است نسبت به ارزش دخترهایی. سلامت باشین. یک دینا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و صحبت های زیبایتان که در رابطه به علت و عامل خشونت علیه زنان در افغانستان به خصوص صحبت کردین. وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشید. خدا نگهدار شما. از شما هم تشکر. از شما تشکر از برنامه زیبایتان. سلامت باشید. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.